Elhamdülillah, nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Ama ba'du, fa'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Allahu tebareke ve teala, hal yassabillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Ve izan kala Allahu tebareke ve teala, yerfeillahu lezine amenu minkum vellezine utul ilme derecat. Der kadem-i nüfus, salam ve ihtirameti khuda و تمام بینندگان و شنوندگانی برنامه پاسخ نور تقدیم میکنم. بلفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از برگاه رب العزت طلب دعا می نمایم که الله جل عظمته همه ما مسلمان ها را توفیق طاعت و عبادت و توفیق بندگی را نصیب بگردانه. موضوعی که سرش بس میشه اهمیت علم از دیدگاه دین مبین اسلام، یعنی اهمیت تعلیم و تعلم، اهمیتی که از نگاه اسلام تعلیم و تعلم، یاد گرفتن علم و دید و علم را به دیگران یاد دادن، آموختن علم و آموختاندن علم چه فضیلتی داره، چه جایگاهی داره. انشاءالله داری روز در این برنامه سر اهمیت تعلیم و تعلم صحبت میشه. دین مبین اسلام مسلمانان را تشویق و ترغیب کرده گیست با فرا گرفتن یا با آموختن علوم، علم چه او علمی دین باشه و چه علمی ضروریات دنیایی مسلمانان باشه. اشرفترین انسان مخلوقات در روی زمین خدا، اشرفترین مخلوقات در روی زمین خدا او چیست؟ انسان هاست. بعد انسان اشرفترین انسان ها کیست؟ کسایی است که اونا ایمان آوردن، مؤمن هستند، مسلمان است. و از این مؤمن ها و مسلمان ها هم بهتر و اشرفتر کیست؟ که او کسایی است که اونا علم حاصل میکنن و علم را و مثلا می آموزن و می آموزانن. اینی مردمی که علم می آموزد و علم می آموزاند، اینا مقام و منزلت خاصی نزد الله جل عظمته داره. یک تماسی داریم از راضیه، خوار ما راضیه از کابل، بفرمایید خوار. بله، به اولادی کسی که اولاد نداره. سوال شما میسی کسی که اولاد نداره؟ بله. اولاد نداره؟ آه. خب. چی کم داره؟ چی فایده داره؟ برای آخرتش برمی. صحیح است صحیح. انشالله ما در اسنای برنامه معلومات براتون میگم. از این خاطر اهمیت تعلیم و تعلم، یعنی علم در دین مقدس اسلام از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. و اشرفترین مخلوقات به نزد الله، بهترین مخلوقات که الله می فرماید که ولقد کرمنا بنی آدم، به تحقیق ما مکرم آفریدیم بنی آدم را، این انسان را، بشر را. و می قسم از قدیب از بنی آدم بهترین انسان ها کسی است که و ایمان به خدا و به رسول داره، مؤمن است، مسلمان است. باز میان اینا بهترین انسان ها کسایی است که اونا مثلا علم حاصل میکنن، علم می آموزن و به دیگر را می آموزنن. از این خاطر علما می فرماید که غذای عقل انسان چیست؟ علم است. اینمی انسان به سبب علمش ای غذای عقل انسان است و به سبب علمش است که انسان ها یا مسلمان ها مثلا خوب یا خراب چی میکنن؟ تفکیک میکنن با واسطه امی علم. از این خاطر فرا گرفتن علم، مثلا یاد گرفتن علم و علم را به دیگران یاد دادن، آموختن علم و آموختاندن علم، این در دین مبین اسلام از جایگاه خاصی برخوردار است. ما آیه قرآن کریم قبلا به شما تلاوت کردم. الله جل عظمته در این آیه مبارکه امو فضلت و جایگاه کسانی را بیان میکنه که اونا اهل علم هستند.
وقتی که ما مراد از اهل علم میگیم، اهل علم علمی دینی و علمی دنیوی. مثلا علمی دینی آن علمی که ضروریات یک مسلمان است، باید او را یک مسلمان یاد داشته باشه، و او علم باید که ضروریات دینش است در مسئله عبادی، عبادت، در مسئله مثلا عقیدهی که عقیده مسلمان چه قسم باید باشه. در راستا هر مسلمان و هر مؤمن چه مرد باشه چه زن باشه مکلف است که اما علمی که او ضروریات دین است و علمی که او ضروریات دین است باید که او علم چی بکنه؟ بگیره، فرا بگیره، یعنی بیاد بگیره. الله سبحانه و تعالی برای پیغمبر خدا میگه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. بگو ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، آیا برابر است کسایی که میدانند و کسایی که نمیدانند؟ نه، لا یستوی، برابر نیست. آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند. یه ده طبقه مثلا طبقه عالم و یک طبقه مثلا دیگه او غیر عالم. هیچ وقت کسایی که عالم است و او کسایی که مثلا عالم نیست، این دو گروه برابر نیستن، مساوی نیستن، بلکه آنایی که عالم هستن اونا مقام و منزلت خاصی به نزد الله جل عظمت هو دارن. چه علم، علم دینی باشه ما قبلا گفتم، و چه علم دنیوی که مزروریات دنیوی ما مسلمان ها را. یک آدم علم دینی را فرا میگره و هدفش و نیتش میسته که از فرا گرفتن علم دینی یا مختن علم دینی نیتش اینه میسته که ما علم به دیگر را برسانم، ما دین به دیگر را برسانم، ما به دین و به مسلمان ها خدمت بکنم، الله برش اجر و ثواب میده. همین قسم وقتی که ما علومی که و مربوط دنیاوی ما میشن، این وقتی که ما یاد میگیریم و نیت ما نمیسته که امیل میره که یاد میگیرم مستر خدمت با جامعه اسلامی و مسلمان ها شو، یا علم هم علمیه، امو علمی که مثلا برای جامعه مسلمان ها ضرور است، لازم است. مثلا این جامعه مسلمان ها به تیب نیازمند است، به انجینر نیازمند است، به یک کسی که او مثلا مدنی شناس باشه، انجینری مدنیات باشه، به جامعه ما هم نیاز داره. و نمی علم هم که نیازمندی ها یک جامعه اسلامی است، فرا گرفتنش هم چیسته؟ ضروری است. مثل این که ما علوم دینی را فرا میگیریم، این قسم علوم دنیاوی را هم فرا میگیریم. در اصل بیاییم یک کمی مثلا اگر تحقیق صورت بگیره در باره دین، دین در باره دین و دنیای ما الحمدلله صحبت کرده. اگر ما اساس طب ببینیم، اساس همه علوم ببینیم، او همه علوم ما اساسش بنیاد و اساسش از دین است. از این خاطر تعلیم و تحصیل هی حق مسلمه هر مسلمان است و الله جل عظمته و تشویق کرده، ترغیب کرده مسلمان ها را، و همچنان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم که اصلا تشویق و ترغیب کرده مرد و زن مسلمان ها بخاطر فرا گرفتن علوم دینی و دنیایی، هر علمی باشه، علم دین و دنیا. این اول علم دین ضرورت است. ما قبلا گفتم که یک مسلمان مثلا مسائل اعتقادی خود بدانه، مسائل علمی و ضروریات خود، مسائل مثلا نمازش و روزش و زکاتش، وقتی بای میکنه، خرید و فروش میکنه، به همه این امورات دینیش یک مسلمان باید چی؟ آگاهی داشته باشه. و همچنان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در یک حدیث مهربانی میکنه، کسی که به خاطر تحصیل علم، یاد گرفتن علم یک راه روان شده، یعنی به خاطر تحصیل علمی سفر میکنه، مثلا به یک مدرسه میر و یا به یک جای میر و که هدف و نیتش همیست که علم مثلا بیاموزد، علم یاد بگیره، علم و در الله جل عظمته امرای رفتن جنت به آسان و آسان میکنه. یعنی کسی که یک راه را بروه که هدف و نیتش چی باشن؟ که یاد گرفتن علم باشه، یا مو نیتش این باشه که من علم یاد بگیرم و به دیگر علم برسانم، الله جل عظمته هم رای جنت و هیچ میکنه آسان میکنه. از این خاطر دین مبین اسلام پیروان خدا و ما مسلمان ها را تشویق و ترغیب کرده گیست به فرا گرفتن علوم، علوم دینی، اما علمی که ضروریات ما مسلمان هاست. قبلا سرش من مختصر بحث داشتم، و همچنان علوم دنیاوی هم آن چیزی که ضروریت جامعه مسلمان است، باید که مسلمان ها
علوم دنیاوی هم که امروز ما او را مثلا به نگاه علوم دنیایی میبینیم، وقتی که جامعه مسلمان ها با علم نیازمند است، ضرور است بر بالای مسلمان ها که به خاطر رفع نیازمندی جامعه اسلامی علوم دینی و علوم دنیایی را بیاموزن. خداوند توفیق نصیب همگی ما شما بکنه. ما آیه دیگری از قرآن کریم داریم. الله جل ذمته میفرماید که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند بلند میکنه مقام منزلت کسانی را که ایمان میارن، با از دیگر انسان ها ای کسایی که ایمان آوردن اینا مقام منزلت اینا بالاست از دیگر انسان ها، اونایی که ایمان نآوردن. والذین اوتوا العلم درجات، و به کسانی که علم داده میشه اینا درجات و مقام زیادی به نزد الله جل ذمته دارن. یستی دعا را بکنیم که خداوند توفیقی یاد گرفتن علم و توفیق عمل به علم نصیب همگی ما مسلمان او کنه، و توفیق این نصیب بکنه که ما وقت علم میاموزیم و با علم ما چی باشیم، عامل باشیم، و پروردگار توفیق نصیب بکنه که ما علم به دیگران برسانیم، اینه علم پخش کنیم، نشر بکنیم، اشاعه بکنیم، مثل که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که دین از پیغمبر خدا یاد گرفتن، علم قرآن و علم سنت از رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد گرفتن، و این مسئولیت دینشان هم بود که از طرف دین بر سرشان وضع شده بود، این پیام دین در تمام اطراف و اکناف دنیا رساندن. همیست که دین اسلام دین جهان شمول شد و این دین در تمام اطراف و اکناف دنیا رسید. ما این دوباره باید بکنیم که خداوند وقتی علم نصیب ما میکنه، واقعا که فرا گرفتن علوم بسیار یک کار سخت است و یک کار مشقت است، و یک کاری است که در این راستا وقتی که علم آدم فرا میگیره مواجب تکلیف و مشقت ها و سختی ها حتمی ضروری است که مواجب میشه. وقتی علم فرا میگیره و باز مستر خدمت به مسلمان ها و به جامعه اسلامی میشه، و این جای اجر و ثواب پاداش به نزد الله داره و جایگاه خاصی هم به نزد الله جل ذمته داره. آمین. خبر ما از کابل بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. درباره کفن یک معلومات میگیرم. درباره چی؟ درباره کفن. چپن؟ آه. بفرمایید. کفن یعنی چند تا میشه از زن. چپن چی؟ کفن. سه اسم براتون میگم. در اسنای برنامه انشاءالله براتون میگم. اینجا دو سوال شد. یک خبر ما راضیه از کابل، سوال راضیه که از کابل تماس داشتن و این سوال کردن که کسی که اولاد نداره و علاج و رایش چی است. اول است که خبر الله جل ذمته میفرماید که الله به کسی پسر میده و به کسی دختر میده و به کسی هر دوش میده، هم پسر میده و هم دختر، و به کسی هیچ نمیده تعقیم است، مثلا هیچ اولاد نمیده. ای کار الله جل ذمته است. وقفه داریم انشاءالله، بعد از وقفه دیگه صحبت رو ادامه خواهیم داد. مسئله قبلا اخبار ما راضی از کابلی سوال کرد که کسی که اولاد نداره رو چارش چیست. رو چارش همیسته که اولاد الله میت. ما آیه قرآن کریم قبلا برایتان گفتم که الله میفرماید که با کسی بچه میده و با کسی دختر میده و با کسی هر دوش میده، هم بچه میده و هم دختر، و کسی است که هیچی نه بچه میده نه برش دختر میده، عقیم هم تو نازای میمونه. وقت چه چیزی ده که ما میخواییم از الله جل ذمته بخواییم، راه علاجش چیسته؟ دنیا دارالاسباب است، عالم اسباب دنیا، نزد یک دکتری حاذق و ماهر باید که ما شما مراجعه بکنیم. اگر تکلیفی داشت باشه دکتر میتونه که مثلا اینم یک راهی اسباب دنیا داره لسباب است، پیش یک دکتری ماهر دانا فهمیده مراجعه بکنیم. و دیگه ای که اگر میخوان که خداوند به شما اولاد نیک و صالح عطا کنه، من قبلا گفتم از یاد تضرع بکنیم، دعا بکنیم، از خداوند بخوایم، نه از یک کس.
اعمال خوبت و اعمال نیکت الله جل عظمت و وسیله بکن و از خداوند اولاد بخوای. ما آیه قرآن کریم داریم که الله می فرماید که فقل تستغفر ربکم انه کان غفارا. و شما طلب استغفار از خداوند کنید، خداوند چیست؟ آمرزنده است. یرسل السماء علیکم مدرارا، از آسمان به شما باران میاد. و یمدید کن بی اموال و بنین، به شما الله مال میتا، فرزند میتا، مال میتا. یک استغفار زیاد بکنین، انشاءالله که زیاد استغفار کردین و از خدا خواستین، اعمال نیک و اعمال صالح انجام دادین، اگر در تقدیرات چی باشه انشاءالله اولاد براتون داده میشه. دیگه که پیش یک دکتری ماهر و حاذق برین، دیگه اولاد دادن کاری الله جل عظمته، به کسی میته و به کسی نمیته. اگر در عالمی اسباب که میگین پیش دکتری حاذق و راهی که میگین که چه قسم ما به اولاد برسیم، استغفار زیاد بکنین او از خدا بخواین که الله براتون اولاد نیک و صالح عطا بکنه. مریم خواری ما از کابل تماس دارم. بفرمایید خوار. مادر خاطر نماز تجد یک سوال داشتم که اگر کسی که خواه شوه نماز بخونه، اگر خواه نشه نماز نخونه، چرا خواهی سوال برمید؟ چه قسم نماز تجد ها؟ اگر خواه نماز نخونه نماز نخونه. نماز تجد یا نماز فرض؟ همشهره نماز فرض یا نماز تهجد؟ بله. های خواری ما درباره نماز پرسان کردن، شاید مطلبشان این باشه که کسی که نماز تهجد نخونده و خواب شده باشه چی حکم داره؟ خود تهجد دیگه یک عملی نافل است، مستحب است، خداوند با ما و شما اجر و پاداش میده. و تهجد طریقه تمام انبیاء علیه السلام و تمام صلحا بوده و درباره فضیلت تهجد آمدگی است که بهترین نماز بعد از فرض، یعنی بعد از نماز پنج وقته، اون نماز تهجد است. یک انسان وقتی که عادت داره برای همیش، چی مرد باشه چی زن باشه، نماز تهجد میخونه، خداوند توفیق به همگی ما نصیب کنه. دیگه بهترین نماز از بعد از فرض، وقتی که نماز تهجد تر خواب میبره و قضا نمیخونی، تو مؤاخذه نمیشه، گناهی نداری، اما خواندنش بهتر است، خوبتر است. که او بهترین نماز ما قبلا گفتم در از دیدگاه فضیلت فضایل، بهترین نماز بعد از فرض نماز تهجد است. آیا که خوابت برده و نماز تهجد از پیشت مانده، تو گناهگار نمیشه و این بهترین عمل است. و من قبلا گفتم که تمام انبیاء علیه السلام و طریقه تمام و صلحا و انسان های نیک نیست که اونا نماز تهجد میخوانند، نماز تهجد شانه ترک نمیکنند. حالی تهجد در یک عمل مستحب است، کسی که بکنه ثواب داره، نکنم گناهگار نمیشه. اما کدنش، من قبلا گفتم که کسی که پایبند به تهجد میباشه، یه اجر و ثواب و پاداش خاصی به نزد الله جل عظمت داره. و در حدیث آمده است که بهترین نماز بعد از فرض نماز تهجد است. نماز فرض به هیچ حالات باید که ما و شما خداوند توفیق نصیب بکنه که در هیچ حالاتی ما نماز فرض خود ترک نکنیم، مواظبت نمازهای فرضی من باشیم. اگر شما را خواب برده و نماز مثلا فرض شما نماز خفتن شما قضا شده، ما میتونیم که شما قضای شب بیارین. خداوند توفیق نصیب همگی ما مسلمان رو بکنه. یه خواری دیگه این سوال کردن، کفن مرد، کفن مرد زن، برای مرده ها کفن. همیرا از کابل بفرمایین خوار. بفرمایین خوار، سوالتون رو بفرمایین. بله ها، متاسفانه که تماس خواری ما قطع شد. کفن مرد سیت است، او اگر که امانا قمیس است، ایزار است، یکی را لفافه میگن، اون پارچه سفیدی که از سر تا به پاشه بگیره و یک چی باید یک قبضه از سرش هم زیافی باشه و از پاش هم زیافی باشه. برای مرده ها طریقه مصنوعی کفن مرده ها. کفن زن ها پنج کفن است که علاوه از یکی شیلا از بغلان. خوار بفرمایین شیلا. سلام
بله بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم خوب هستین؟ بفرمایید سه. و علیکم السلام. خوب هستین؟ علیکم بخیر هستین. بخیر باشین. سوال دارم فرمایید. من نماز حاجت هم 11 بجی روز یادم دیروز میخوانم. نماز چی را؟ آیا قبول میشن؟ نماز چی؟ نماز چاشته؟ نماز حاجت. آه سیست مطمئن. حاجت. آه سیست. فهمیدم. انشاءالله در اثنای برنامه با سوال شما را پاسخ می. ما قبلا گفتم که علم دینی و علم دنیوی اما ضروریات علوم دینی بر بالای هر مرد و زن مسلمان فرض است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید طلب العلم فریضه علی کل مسلم. طلب علم فرض بر بالای هر مرد و زن مسلمان که مو علمی ضروریات دینی خود باید هر مرد زن مسلمان یاد داشته باشه. متاسفانه که امروز ما در این راستا بسیار بی اعتنا هستیم. همه مسائل ابتدایی دینه، مسائل که اولیه دینه، متاسفانه که ما مسلمان ها اکثر از آگاهی نداریم. مثلا مسئله کفن، باید که یک مسلمان می ضروریات دینی ضروریتش است. ما از مرگ هستیم، ما نزد خدا رفته نیستیم. باید این مسائل دینی را باید که خوارا برادرا بسیار متوجه باشیم که این مسائل اولی ابتدایی دینی است. یاد بگیریم. همایرا بفرمایید. خوار بفرمایید. بفرمایید. معنی ساز. بشنوید. صدایتان ندارم. شما سوالتان را مطرح کنید. معنی ساز. ها. بشنوید. صدای شما را دارم. بفرمایید. خب به هر حال سوال ها وقتی سوال ها میگیرین میکنین بسیار تلاش کنین کوشش بکنین که موقعتانه یک موقعت خوب انتخاب کنین که اوجا انتنی خوب بتا دومی که سوال هایتانه خیلی ببینین کمی واضح تر مطرح کنین و سوا خوارمون همیرا را می سوالش صحیح گرفتنتان استون با امیدی که سوال یک ذره واضح تر مطرح کنن اگر در این برنامه نشید در برنامه های بعدی انشالله که مولی سبو پاسخشان خواهد بود. از این خاطر ضروریات دین ما یا مسائل اولیه ابتدایی دین است باید ما مسلمان های رو یاد داشته باشیم. مثلا در مسائل نماز یا مسائل وضو نماز یا مسائل مثلا زکات روزه حج یعنی مسائل بی و با خرید و فروش وقتی که ما میکنیم یعنی اما ضروریات دین است باید این ضروریات دین ما یاد داشته باشیم. تعامل با مردم، تعامل با مثلا که در یک منطقه محیطی که تو زندگی میکنی با برادرای مسلمان چه قسم تعامل و رفتار داشته باشی. علاوه از این مسئله اعتقادی مان، مسئله عقیده مان باید که ما بفهمیم که وقتی لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم این کلمه را لفظش را صحیح تلفظ بکنیم، معنای کلمه را صحیح بفهمیم، مفهوم کلمه را بفهمیم که لا اله الا الله چی معناست. که بغیر خدا دیگه هیچ معبود و هیچ خالقی نیست، هیچ مثلا هیچ فریاد و رس بغیر الله دیگر هیچ معبودی نیست. محمد رسول الله و محمد صلی الله علیه وسلم او فرستاده الله جل دمت است. چی معنی وقتی که مسلمان چی مرد است چی زن است می کلمه را که می خونه که خداوند خالق ما است و محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبری ما است، ما با الله و پیغمبرش ایمان داریم و دین زندگیش هم در چوکات احکام الله فرمان الله جل دمته و در چوکات ارشادات رسول الله صلی الله علیه وسلم باید بسازم. از این خاطر بر بالای ما مسلمان ها ضرور و لازم است که علوم دینی و علوم دینی خدا و ضروریات دینی خدا که من قبلا گفتم چی در بخش عبادت من در بخش مثلا عبادت جانی است، عبادت مالی است یا مسائل اعتقادی مان باید که ما صحیح بفهمیم بدانیم. از این خاطر اکثر مشکل اعتقادی هست، یک سلسله مشکل اعتقادی در مبین مسلمان ها. مریم از کابل بفرمایید. خوبان معروف وقت پیشتر آمد تماس شدم خود درست همی سوال ما رو شما نایفان گرفت نایفی ما نفهمیدیم و همی کسی که مولای صاحب نماز تهجد میخوانند و زن باز دوازده شب میخوانیم یک بیشه دو بیشه میگن استراحت که نشین نماز تهجد تو نمیشه. بعض کسا میگن نه خواب شوی نشوی نماز تهجد بخوانی.
من این سوال ها میخواستم حالی را پیشم پرسان کنم. صحیح صحیح. برای ما بگوین دیگه که همی شماره شخصی تان اگر برای ما بسید لست کنین اگر سوال ها. انشاءالله. او ایست خوار که مریم خوار ما بازم تماس گرفت، خوب سوال کردم، خدا خیر نصیبشان کنه. نماز تهجد ما گفتم که بعد از نماز خفتن میشه که ما بگیم که وقتی نماز تهجد است. تهجد چی معنا؟ خواب را ترک میکنی نماز میخونی. دیگه هر سه شب که 12 است، 1 بجه شب است، 2 بجه الا تا طلوع صبح صادق، یعنی بعد از نماز خفتن بگی وقتی نماز تهجد است الا طلوع صبح صادق، یعنی پیش از تا وقتی که صبح صادق طلوع میگه تا وقت وقتی نماز تهجد است. در میان اسنای نماز خفتن بعد از نماز خفتن که وقت نماز تهجد است الى طلوع صبح صادق. دیگه خدا توفیق نصیب کنه، خیر بینندش خوار. یکان وقتی نماز از شما قضا میشه شما ما گناهگار نمیشین. خدا کنه که مفاسخ مرا گرفته باشین. یلده از پنشیر بفرمایی خوار. یلده از پنشیر بفرمایی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. الان که درباره نماز تهجد سوال داشتیم، سوال گفتم نماز تهجد که میخوانم اینال میرم من کابل رفتم پنجشیر، آنی یک که میری نمازت میمانم میگی که هم خاندار آزار از یاد نصب بخیز نماز بخونی اگر بان سواب داره یا گناه. دیگه سوالم که یعنی سلات فطر واجب که میخوانم یک بار وقت مرا خواب میبره باز نماز تهجد من میمانم مریض میبسم همون سلات من میمانم سه سه انشالله میشه را پاسختانو میگیم. خواه خداوند توفیق به هم میگی با مسلمان رو نصیب بکنه. ما قبلا میخواری ما از مریم هم میسوال از کابل مریم هم میخواری میسوال کرد. یلده از پنشیری سوال میکنن که من میشه نماز تهجد میخوانم وقتی مسافر میشم و به یک سلسله مثلا نمیتونم که نماز تهجد خدا بخوانم. خوار دینی مبین اسلام دینی آسان نیست، این دین همه عباد شما اگر بررسی بکنیم دین اسلام دین آسان است نه دین سخت. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند با ما آسانی کرده، سختی نکرده. یک آدم وقتی که در سفر میره، سفری که منزلش 6 شب و 3 روز منزل من او سفر ما و شما من مثلا منزلش باشه، در این تو همچون سفری که یک نفر وقتی که میره نماز فرضیش بال که قصر بخونه، 2 رکعت بخونه. الله جل در مطمئن میفرماد که وقتی شما در روی زمین خدا سفر میکنین پس بر بالای شما گناه نیست که نماز تان قصر میخونین، مثلا فرض 4 رکعتی را 2 رکعت میخونین. از این خاطر در سفر هیچ دیگه وقتی شما تهجد نمیخونین و تهجد از پیشتان میمونه هیچ گناهی نمیشین، هیچ گناهگاری نمیشین. اگر بخوایم در سفر این موقع برمان پیدا شد که نمازی فرض ما را خواندیم، موقع بود وقت بود که سنت هم بخونیم، اگر موقع بود که وقت مساعد باشه که تهجد هم خونده میتونیم بخونیم، بهترین کار است. که نخوندیم گناهگار نمیشه انشاءالله. دیگه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در یک حدیث قصی مهربانی میکنه که بنده به فرض به خداوند چی میشه؟ نزدیک میشه. و با اینکه نماز نفل میخونه روزه نفل میگیره این به الله امو نزدیکتر میشه. دویم از خوبی های نماز نفل یا تهجد این است که اگر در روز قیامت در نمازهای فرض ما که ما کدام کمی و کاستی و نقصانی بود باید چی میشه؟ امو با نوافل من دیده میشه، اما نوافل من با بالای فرض من انداخته میشه، اما نقصانات کمی ها و کاستگی های فرض چی میشه؟ پره میشه. در یک کلمه فشرده و مختصر براتان بگیم که وقتی نماز تهجد از کسی قضا میشه ای گناهگار نمیشه، و کسی که نماز تهجد برای همیش میخونه ای طریقه انبیا و طریقه مردم های نیک و سالیست. و ما قبلا هم گفتم که بهترین نماز بعد از فرض، بهترین نماز و پسندیده ترین نماز به نزد الله نماز تهجد است. اگر نماز فرضتون در خواب میمانین قضا میشه، در خواب هستی یک دم میخیزه که مثلا صبح شده نمازت قضا شده، در خواب مانده غمدن نه، مثلا قصدن کار رو نمیکنی میتو در خواب مانده بیدار شده که روش شده بود نمازی که مثلا قضا از شما میشه وقتی نماز از پیش شما فرامو میشه. ما مریضی میشن که بسیار خوشو اما چی تون از بین میره و نمازتون قضا میشه با اینه قضای شبیه این رویا از کابل بفرمایین خوار. سلام مولای سلام. علیکم السلام. بفرمایین.
خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بله میشه؟ ها صدای شما رو دارم خوار، بخیر باشین. سوالتون رو مطرح کنم. بیادر دستم اجابت قبول دو دفعه بیادر مجابت قبول شده بی یک دفعه دنام دوزی یک دفعه هم دشیر میخوریش این نکاس یا نه بالی هم خطرانش که به خطر بیادرم قرارتان خود جور کردم خارج برده حالی نمیده مگه ایچ نکای نیست. مثلا در نکاح چه قسم نکاح بسته شید؟ در وقتی نامزادی، در وقتی که شما عروسی کردید اما نکاح چه قسم بسته شید؟ وقتی که نامزاد شده بود مولوی رو برده بود من اجابت قبول اجابت قبول دو نفر شاید پیش شما آمد مرد تعیین شید؟ پیش شما آمد بس اما نکاح مولوی آمد صحیح مولوی آمد بخاطر شمی خوری هم کرد دو سال نامزاد هم بود آل خارج که بردم اشان نمیتیم دولت هم که وقت عرف میکنه خب من سوال خواره گرفتم انشاءالله هدف ایست که اینا نکاح بسته کده یکی مسئله شرعی شسته یکی مسئله ایست که در محاکم میروان و وثیقه خط جور میشه و باید کسه نکاح خط شرعی باشه و جدا مسئله است یکی دو نفر شاهد پیش شما آمده مرتعین شده مجالسی به مناسبتی یا شیرینی خوری یا مثلا نروسی برگزار شده این نمیره میگه نقد نکاح خواری محترم شاهدا بوده مرتعین شده مجلسی به مناسبت عروسی یا هم نکاح برگزار شده نکاح شما عقد شما شده یکی مسائل دولتی است که دولت از شما یک وثیقه خط یک نکاح خط میخواه که بخاطر اگر شما بیرون میرین یا کدام کشوری سفر میکنین که شوهر شما خود شما هم نکاح خط داشته باشه که دا نکاح خط تقریبا اسم شما و اسم شاهد است اسم محفل ما مصدقین محفل است دیگه وکیلی گذاره تا پاش است یعنی یک وثیقه خط میشه او نما او کار دولتی است او مثلا پروسه دولتی است که باید شما او کار انجام بدین اگر خارج میرین در غیر از او در وقتی که شما نامزد بودین مرگ تعیین شده بود اگر شاهد آمد پیش شما دیگه نمو و ما باید مروجه نمیش که یک خطبه نکاح خوانده میشه مولوی صاحب خطبه نکاح شما را خوانده باشه عقد نکاح شما صورت گرفته در هیچ مشکل و کدام مشکل شرعی شما نداریم بفرمایید خوار خود تماس خواری ما قطع شد خدا کنه که خواری ما اما مطلبش را گرفته باشه وقتی که عقد نکاح صورت گرفت در اونجا مولای صاحب بود شاهدا پیش شما آمد شما وکیلین ماری خود هر کسی را که مثلا یا پدر یا کسی را که تعیین کردن معمولا در این وقت یا کاکا یا ماما یا کس را تعیین میکنن وقتی وکیل مهر تعیین شد شاهدا ما شاهدی خود داد نکاح شما دیگه کامل است پر است هیچ مشکل شرعی دیگه وجود نداره آیا که شما محکمه میرین یا خارج میرین اونا یک وثیقه خط میگه مسئله جداست دیگه و نکاح خط جور کنیم که انشاءالله در روز ما امام مسجد امضا میکنه ما چند نفر تصدیق میکنه وکیلی گذر توپا میکنه که انشاءالله هیچ مشکلی وجود نداره در مجموع سری باید بس بگیریم که علوم دینی علوم مثلا دینی را که همون ضروریات دینی ما را دین ما را باید که ما یاد داشته باشیم ضروریات دین چی در مولای مسائل مسئله عبادیست عبادت ما است چه قسم نماز بخوانیم چه قسم روزه بگیریم چه قسم حج بگیریم چه قسم زکات بدیم دیگه مسائل اعتقادی مون یا عقیده ایمان باید اینو یاد داشته باشیم اکثر مردم در این شرایط فعلی وقتی میبینی اکثر مردم مراجعه میکنن به یکی زیارت قبر هیچ ممانعت شرعی نداره پیغمبر خدا میگه من شما را از زیارت منع کردم ولی زیارت بکنیم به طریق شرعی اسلامی بریم زیارت بکنیم اکثر مردم هم میبینیم در زیارت ها یک چیز را بسته میکنن که والا این مرادی مرا و مرای مرا بجا بیاره خدا اینا خیلی این عقیده عقیده خوب نیست باید همی یه عقیده مانه مسائل اعتقادی مانه باید یک مسلمان یاد داشته باشه مثلا اسم الله که مشکل کشا و حاجد روا بغیر الله جل دمتو دیگر هیچ کس نیست حلیمه از کابل بفرمایی خوار السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید من علیکم سوال داشتم بگوین سوال تانو مطرح کنید خواهر من سکالگاه دخترم شده که دختر بچی از دوره مادرم هم شیر داده
ما خودم هم شیل دادیم دختر شما شیل دادیم. اما بچه که خواستگاری دختر شما شده، خواستگاری دختر شماست، اما بچه شما شیر خورده؟ بله ها بچه نه دختر خورده، بعد دخترش دختری تا از کی شیر خورده؟ بله از کی شیر خورده دختر شما؟ دختر شما شیر دادیم اکال من با بچه خود خواستگار دخترم شده. اما دختری برای شیر داده؟ بله خوارش میشه، خوارش میشه بچهش مادرم شیر داده، بچهش مادر شیر داده. آه دیگه بچه کلان شده. اما خواستگار دختر شما شده؟ نه بچه دومگه شده. او سیست ما میگم انشاءالله دست نایی سیست خدا حافظ. خواهی خوار ما درباره مسئله رضا سوال داشتن. اون چیزی را که در نسب مسئله نسبی حرام است، در مسئله رضایی هم امو حرمت است. مثلا اگه آدم نمیتونه که اگه مسلمان و مومین خواری خدا، خاله خدا، عمه خدا، یا مثلا دختری خواری خدا، دختری برادری خدا، یا دختری اما زنی که مثلا در قید نکاح است، دختندر ما شما میگیم او را به نکاح گرفته نمیتونه. و من قسم خواری رضایی و دختری رضایی را هم آدم گرفته نمیتونه. خوار میگه که ما بچه ما کسی را که شیر دادم، اما دختری را که شیر دادم یک برادر ای بچه می تو سوالشون را صحیح تو متوجه هم نشیدم. میگه ما کسی شیر دادم، حالی ما دختر ما با ما برادری او که از ما شیر نخورده خواستگاری میکنه، برادری او که از شما شیر نخورده خواستگاری میکنه، ایجا حرمتی رضا نمی. مثلا ای بری امو بچه مثلا خواری رضایی میشه که از شما شیر خورده است، بای خوارش میشه. اگر برادر دیگه اومه دختر شما رو خواستگاری میکنه، انشاءالله که هیچ مشکلی شرعی وجود نداره. تنها بچه که مثلا از شما شیر خورده، شما مادری رضایش میشین و دختر شما خواری رضایش میشه. چه قسمی که با خواری نسبی نکاح کردن حرام است، همین قسم با خوار رضایی هم نکاح کردن حرام است. خدا کنه که سوال مرا و مطلب گرفته باشیم. بازم اگر سوالتان کدام مشکلات میمانه، انشاءالله در برنامه بعدی مولوی صاحب که در برنامه بعدی اشتراک میکن سوالتان از اونها شما پرسان کنین. چون در اثنای یکی شما سوال کردین آواز شما کمی انعکاس میداد سوال شما را، من صحیح گرفته نتانستم. به هر حال سلی بس میکنیم که علم دینی اما ضروریات دینی بر بالای مرد و زن ما مسلمان ها فرض است. امروز ما میبینیم اکثر مسائل اولیه، مسائل ابتدایی دین ما مسلمان ها یاد نداریم و در راستای آموختن علم دینی بسیار ما بیت نفسیم. از این خاطر من خبرم حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم براتان گفتم که برای هر مسلمان ضرور لازم است که ضروریات دینی خود یاد بگیره. و یک جا وقتی ما مثلا وقتی ما عبادت خداوند به طریقه صحیح و طریقه احسنش انجام میدیم که ما در امور عبادت ما معلومات ما دینی ما مثلا چی باشه، کافی باشه، درست باشه. و همین قسم وقتی ما میخواییم که یک جامعه مرفع، یک جامعه مترقی، یک جامعه پیشرفت داشته باشیم، زیاد تلاش بکنیم، زیاد کوشش بکنیم که با علوم دینی و با علوم عصری باید ما مسلمان ها خدا مجهز کنیم. در شرایط فعلی مثلا مشکلی که بسیار امروز در رسانه ها به سطح رسانه های داخلی و رسانه های بیرونی، در سطح داخلی و بیرونی این صداها بسیار زمزمه میشه، مسروب بودن مکاتب طبقه اوناست یا در مجمع مسروب بودن مکاتب دخترها. و در از نظر اسلام و از نظر شرع همیست که وقتی که یک زنی خداوند به مرد و زن مسلمان دستور حجاب داده، نه تنها برای زنها، خدا برای مردم گفته که تو حجاب بکن و برای زنم گفته که تو حجاب بکن. میتونه خواره ما در چهار چوکات دین مبین اسلام که الحمدلله همه ما مسلمان هستیم و لله الحمد مسلمان بودیم و هستیم و خداوند تا قیامت ما را به این دین پایدار و استوار بسازد،
دیگر در چارچوکات دین و در باریات حفظ حجاب هیچ مانعی شرعی وجود نداره که خواهرای ما هم ادامه تحصیل بکنن، مثلا چه علوم دینی را فرا بگیرن چه علوم دنیایی را فرا بگیرن. یک زن که وقتی اما مسئله تقوا خدا ترسی یه تعلق میگیره به خود انسان، خدا همه ما را متقی و خدا ترس بسازه. چه قسمه گفتم که مو حفظ حجاب شرعی، رعایت حجاب شرعی، ما میگم یک طرفه باید قضاوت نکنیم. حجاب برای مردم فرض است، برای زنم فرض است. دیگه وقت برنامه تمام است، ناگزیر هستیم که از تمام شما بینندگان و شنوندگان این برنامه خداحافظی کنیم. همه تان به خداوند یکتا میسپارم تا برنامه آینده. انشاءالله در برنامه آینده در خدمتتان خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.